با درود احترام سوسن حریری هستم، پرژین مارکس، جوایز پارسی، ترکیه. در همایش بین المللی خوشنویسی جوایز پارسی 1401 در خدمت جناب آقای شهرام امیری، متولد 1347 تهران، هنرمند حوزه های هنرهای چوبی، مجسمه ساز، نقاش، خطاط، ترانه سرا، عضو مرکز توسعه هنرهای تجسمی هستیم. جناب آقای شهرام امیری، به برنامه‌تون خوش آمدید. خیلی متشکرم. منم عرض ادب دارم به خدمت تیم خوب شما و مخاطبین شما. انشالله که این نشست مفید باشه و من بتونم اون چیزی که لیاقت برنامه شماست رو داشته باشه. در خدمت شما. متشکر از محبتتون. با توجه به فعالیت‌های گسترده شما در زمینه‌های هنری، من میخوام در خصوص خلق هنرهای ماندگار به ویژه در خوشنویسی نظر شما رو بدونم. بفرمایید. خواهش میکنم. بله، خواهش میکنم. من دوباره با عرض یه تسلیت خدمت همه فرهنگیان ایرانی به خاطر پرواز جناب آقای ابتهاج، شاعر بزرگ، و همینطور استاد قنبری مهر که بهترین سازنده ویالون دنیا بودن، دو سه روز پیش پرواز کردن. خواهم بگم خواهش کنم، بعد روی همه رفتگان شاد. برای خلق یه اثر هنری، اولا که باید بدیم اول خود هنر در واقع چیه. یکی از بزرگان و فلاسفه گفته که فرق هنر و تاریخ اینه که تاریخ از آنچه که رخ داده میگوید، اما هنر از آنچه که میتوانسته رخ بدهد سخن میگوید. و در واقع هنر یک شاید شعبده‌ای باشد، یا به قول معروف شاید یک تردستی باشد، که با خلق یک اثر که در دو قسمت در واقع خلاصه میشه. یکی بخش بازار و بیزینس، که میدونید دنیا به 7 هنر این ماجرا رو تقسیم کرده، که موسیقی، معماری، بعد البته معماری جابجا شد و چند رشته حالا که من اعتقاد دارم خود فیلم و سینما که میگن هنر هفتمه، از نظر من هنر هفتم نیست. سینما مجمع الهنر هاست، یعنی یک جمعی از همه هنر هاست. درش ادبیات هست، موسیقی هست، نقاشی هست، مثلا نویسندگی هست و و و. خب امروز هم که دیجیتال آرت بهش اضافه شده و در واقع یه جور هنرهای دیجیتالی که امروزه در سایت های مختلف میبینیم، دنیا به سمت پرفورمنس داره میره بیشتر. این ماجرای یعنی تلفیق چند تا رشته به هم و هنرهای تلفیق. اما قصه خلق یک اثر ماندگار تعریف‌های به خصوصی داره. یعنی یکی از تعریف‌هاش اینه که شما یه اثری رو خلق می‌کنی، در طول تاریخ میره تو موزه، قراره که زیست یک ملتی رو نشون بده، نوع نگاه فرهنگی اون ملت رو نشون بده. یا اینکه میخواد حرف تازه‌ای بزنه. در واقع یک هنرمند اگر بتواند با ساده ترین تکنیک و با ساده ترین یا کمترین متریال حرفی بزنه که مربوط به حالا روز جامعه است، نه مشکلات، حتی مهرورزی، حتی اتفاقای خوب، اون وقت با مخاطب
بجز زیبایی هایی که داره میتونه ارتباط برقرار کنه. هنر ماندگار هنری است که صداقتش خیلی زیاده، یعنی من از فلسفی دارم بهش نگاه میکنم، راستگوییش خیلی زیاده، صرفا برای زیبایی نیست. هنر ماندگار هنری است که یه عده بیان بشینن توی اون مکتب و تحصیلش کنن و برن یاد بگیرن، بخوان ادامهش رو بدن که تبدیل بشه به یه سبک، بعد از اون مکتب تبدیل بشه به یک که یه سری دنباله رو داره. و اینو میگن هنر ماندگار، این که صرفا ما یه کار مستظرفه یه ریز انجام بدیم به عنوان یه کار ماندگار پر کار، مثلا 3 سال روی کار کار کنیم، ممکن اون کار خیلی هم ماندگار نباشه، اما با نوشتن یک جمله اون ماندگار میشه. اینکه یک عکس از یک اتفاق، یک عکس خیلی معمولی اما از یک اتفاق در لحظه تاریخی ماندگار میشه، یک نقاشی که 4 سال طول میکشه کار کردن روش و فقط داره این گل رو به طبیعت نزدیک میکنه، هیچ اتفاق ماندگاری توش نمیفته. از تکنیکی سطحش خیلی بالاست اما فقط یک گل رو نشون داده. تازه نمیتونه هیچ انسانی به واقعیت انقدر نزدیک بشه که یک گل رو بسازه که هم عطر گل رو داشته باشه، هم شکل گل رو داشته باشه، هم رنگ گل رو داشته باشه، چون هر چیزی که ما میسازیم در واقع ثابت کردن یک لحظه است، ثبت کردن یک اتفاق لحظه است. چجوری میشه اینو توضیح داد؟ یعنی اگر ما یک گل رو میکشیم، در حالتی میکشیم که نور از یک طرفی بهش تابیده. حالا اگر این نور ساعت به ساعت به غروب نزدیک بشه، نور حرکت میکنه، آیا این گل تغییر میکنه؟ پس در نتیجه در هنر ماندگار اصلا به این چیز دیگه توجهی نمیشه، یعنی سخن میگه، حرف میزنه، رمزآلود، داخلش یک سری دیتیل هایی داره که میشه ساعتها به اون پرداخت. یه وقتی هم یه کاری از لحاظ ماندگاری در زمان خودش یک نوآوری شده. این نوآوری در زمان خودشه که خیلی کار بزرگی دیده میشه. وقتی که یه سری اومدن اون کار تکرار کردن دیگه اون حسن و جمال رو نداره. این همه آدم دارن کار مدرن میکنن، کوبیسم میکنن، هیچ کدوم نتونستن حرفی که پیکاسو میزنه بزنن. این همه آدم دارن کار مینیاتور میکنن یا نگارگری ایرانی میکنن، هیچ کدوم نتونستن کاری که حسین بهزاد در دوران خودش کرده، کاری که رضا عباسی در دوران خودش کرده و کاری که استاد فرشیان در دوره خودش کرده رو نتونستن در واقع، به خاطر اینکه نگاه ادبیاتی بوده، از یک بیت شعر، یک ضرب المثل، یک تابلو ساخته شد. خب این در طول تاریخ به غیر از خود اثر داره اون جمله ضرب المثل یا اون بیت شعر رو حمل میکنه. اینجوری میشه که ماندگار میشه، اینجوری میشه که من یه شعری رو چند وقت پیش خب خیلی مشغول کرد ذهنمو، بعد فکر کردم این مثلا مال 400 سال پیشه که انقدر معروفه و انقدر ماندگاره، بعد دیدم نه مال یک در واقع شاعر معاصر دوران خودمونه. اما یا مثال بهتر که همه شنیدن و دیدن، مثلا اون آهنگ زیبای بادا بادا مبارک بادا، آدم فکر میکنه یک کار فولکه، یا این آهنگی که استاد روحانی ساختن به نام تولدت مبارک برای من همیشه فکر کردم این یک کار خیلی قدیمیه، بعد فهمیدم که نه، کلن این کار شاید مثلا 55 سالش باشه، ولی آدم احساس میکنه که این هیچی دیگه قشنگتر از این نیست، یعنی این فقط مال مراسم تولده، این کرده اون کارو ماندگار، بخاطر اینکه در زمان خودش نوآوری کرده
و به اون المان های شیرین ماجرا پرداخته، بعد اومده به روحیه یک ملت توجه کرده که این چقدر میتونه به دل بشینه و چقدر میتونه جاری باشه. یه جاهایش هم ممکنه در واقع الهام باشه، در واقع جوششی باشه که 100% با مهارت یک استاد تبدیل میشه به یک کار ماندگار. خب من میدونیم که کار موسیقی هم سالها کردم، دو تا آلبوم منتشر کردم و حدود 30 ترک برای رادیو تلویزیون کار کردم، و اون تک ترک و کاری که کردم راضیم. حالا شاید خیلی شنیده نشده باشه به خاطر اینکه من سعی میکردم یه ذره خاص باشه یه ذره، اما میدونم در حداقل در پرونده کاری خودم کارهای ترتمیزی رو در وادی موسیقی انجام دادم که برای خودم جنبه تحقیقاتی بیشتر داشته تا خودنمایی. اگه سوالی دارین من دارم یک کل حرف زدم. اختیار دارین، خواهش میکنم. این برنامه شما هست آقای امیر. در خصوص تابلوخطهای پشت سر شما، من میدونم چون کارهای هدفداری انجام میدید، به خاطر همین دوست دارم بیشتر در این رابطه بدونیم. بله، خب من هم خیلی خوشحالم که تو برنامه شما اینو توضیح میدم، چون هیچ جا تا حالا اینو توضیح ندادم و یک جورایی این ایده در واقع اینجا داره ثبت میشه در این تاریخ امروز. بسیار مرداد 1401. من نگاه هم به اولا که من خوشنویس نیستم، بخوام بگم که یه خوشنویس قانونمندم. من یه فونتی رو طراحی کردم که این فونت شکل میم هست، یعنی حرف میم رو به دلیل ایستایی و اینکه میم سر به زیره و اون افتادگی ها رو داره خیلی بهش پرداختم، چون احساس کردم که ما حرف ها رو اگر بتوانیم بهش بپردازیم گاهی از یک جمله بیشتر و گویاتر خواهد شد. ضمن اینکه من به عنوان یه هنرمند به فرم توجه دارم و اسمشو گذاشتم حرف سر به زیر، یعنی اینکه در واقع و این از این رسیدم به حضرت مولانا که تو بخش سما اصلا فرم ایستادن آدم ها شبیه حرف میمه و میم حالا باز حضرت مولانا، و رسیدم به من و من بی نهایت. من بی نهایت یعنی شما، یعنی همه میتونن بی نهایت باشن. الهاز فرم و رنگ و طراحی هم یه سری امواج خیلی رنگ بندی نداره این کار، و میمی هم که من نوشتم نه نسق نه نستعلیق نه سلس نه رقعاس نه کار عثمانیه، در واقع برگرفته از فرمها و نرمشهای مینیاتوری کشورم، یعنی که مثل تذهیب، مثل گل و مرغ. حالا من این فرمهای ترنجی رو با حرف میم رسیدم به این فونت، و انشالله مجموعه ای از این کار رو بتونم به نمایش بذارم و امیدوارم که نمایشم خدمت شما باشه. اول خیلی ممنون. میدونیم که با بخش رونمایی از آثار و همچنین نمایشگاه مجازی از آثار همه هنرمندان داریم، اولین قدم در همایش خوشنویسی هست و انشاءالله قدم های بعدی در مجموعه خاک و برنامه های دیگرمون قطعا در خدمت همین هنرمندان خواهیم بود. این میمی که شما ساختین و میم دلنشینی بود برای منی که دارم گوش میکنم، چرا؟ چون هدفی پشت سر این میم هست، برای اینکه این میم ترجمه شده، برای اینکه این میم روش فکر شده که
که چه چیزهایی رو به بیننده نشون بده، چه چیزهایی در پس این میم نهفته است. این مجموعه فرمودین، این مجموعه به همین صورت در اشکال مختلف به چه صورتی ارائه خواهد شد؟ من اتودهایی که زدم در واقع ممکنه حجم و مجسمش هم بسازم، ممکنه با این میمه که در واقع به این دیتیل تو یک حتی روایت یا یک شعر یا یک حدیث یا یک موضوع حالا آسمانی به پردازم، این میم رو در اون بولد خواهم کرد و اون مثل هد و چشم که تبدیل به هیچ شد و این هیچه اگر منظور هیچ مولاناست من باش موافقم، اگر منظور هیچ هیچستانه که به پوچی و افسردگی بی انجامه من باش موافق نیستم، ولی اگر آن چیزی است که مولانا میگه ای هیچ بر هیچ مپیچ، بله من باش موافقم که اون یه چیز عرفانیه و یک خاصیت این مدلی داره. اما اساسا در مورد خود همون جمله هد و چشم یا کلمه حرف دو هد و چشم، فرم هد و چشم اول برای هنرمندش که استاد تناولی باشن، پرویز تناولی بزرگ، اهمیت داشته. یعنی اون فرم، چون ایشون در قلب هنر مدرن خواسته ایرانی بودنشو نشون بده، در فرانسه اومده به جای اینکه از فرم‌های مدرن اروپایی استفاده کنه هد و چشم رو در کارهاش استفاده کرده و این کم کم تبدیل شده به هیچ. حالا انشاءالله خودشون یه روز تو برنامه شما باشن توضیح بیشتری بدن. من هم به میم پرداختم. میم شبیه یک عصایی است که بهش میشه تکیه کرد، میم شبیه یک شیر آبی است که باید مراقب کم آبی کره زمین بود. میگه و اینکه این میم اصل ماجراش همون حرف سر به زیره که چرا ما با دنیا بجنگیم، چرا ما همش در حال جنگیم، چرا به هم تعظیم نکنیم، چرا به هم احترام نذاریم. و میم اساساً آناتومی یک احترام بزرگه. وقتی می نویسیم احترام انتهاش یه میمه. حالا من نمیخوام تفسیرهای در واقع شخصیش کنم، اما از احمد تا احد یک میم فرق است، جهانی اندر این یک میم غرق است. یا الف لام میم که پشت سرم هست انتهاش میمه. و خیلی مثلا شما شکر خدا که میکنید، در واقع حمد و سپاس خدا که میکنید، من جمله حمد رو نوشتم که باز توش میم بولد شده. حتی از روز کاربردی هم بهش فکر کردم، یعنی من میم رو دارم زیورالاتش رو هم طراحی میکنم برای در واقع استفاده به عنوان یک زیورالات ایرانی با یک فرم مدرن. نمیدونم چی جواب بده، شاید منتقدین خیلی هم حمله کنن به من، شاید هم، ولی خب من مجموعه زیاد کار کردم. من مجموعه دارم به نام آنگاه که خورشید میمیرد که اون هم به خاطر یه اتفاق رخ داد که الان حدود 25 یا 30 عدد تابلو شده که از قبل از مرگ خورشید شروع میشه و مرگ خورشید. بعد از اینکه من این مجموعه رو ساختم دیدم خب یه جایی هم نوشته ایزا شمس کو برد آنگاه که خورشید میمیرد. بعد ستاره شناسا میگن 55 میلیون یا میلیارد سال آینده این اتفاق میفته، ولی در صورت این اتفاق میفته. و من این مجموعه رو بیشتر تکنیکال کار کردم و بیشتر تکنیک های
نقاشی استفاده کردم و توش اتفاقای خیلی خیلی خاص و ویژه افتاده و واقعا جز به فکر میکنم آثاری باشه که خودم ازش راضیم. نمیتونم میگم ماندگار، ولی خودم راضیم. یا یه مجموعه دارم از فیلتر سیگارهایی که در واقع نمیدونم چقدر میدونید، فیلتر سیگار یکی از متریال هایی است که بازیافت نمیشه و در طبیعت میماند. من با این فیلتر سیگارهایی که جمع کردم تو خیابون، تو کارگاه خودم، از ورانور حدود 20 تابلو ساختم که 20 تابلو اسم مجموعهش اوج سقوطه. یعنی هم یکی که اینو مصرف میکنه شاید بالا به یک کیف لحظه ای برسه، هم داره سقوط میکنه. یعنی که به خاطر همین این پارادوکس هست که اوج سقوطه، یعنی که شما هرچی بالا بری مثل فواره باید بیای پایین. با مصرف سیگار هم خودتو هم طبیعتتو داری از بین میبری. از این قبیل مجموعه ها من هر سوژه ای رو که پیدا میکنم تبدیل به مجموعه میکنم. مجموعه آب رو دارم کار میکنم که با بطری های بازیافت آب در واقع معدنی که تو خیابون کار کردم، که حالا یادم نیست براتون فیلمش رو فکر کنم فرستاده باشه. در صورت من دارم مشق میکنم. یعنی من جمله‌ای که آویزون من میشه در واقع به نام استاد، من همیشه گفتم کلمه استاد فقط یک مجوزه، فقط اینکه به تو اجازه داده شده که کار کنی و تدریس کنی و اینو منتقل کنی. اما امتیازی نیست که مثلا شما فکر کنی از همه برتری. یا عرضم به خدمتتون که آره، این که من استاد هستم در واقع مثل این میمونه که به یکی بگن شما راننده ای، حالا میتونی راننده ای، چیز عجیبی نیست. به یکی بگن شما سرآشپزی، اونم استاد دیگه، اونم فقط سرآشپزه، امتیاز دیگری نیست. اما اگر مثل حتی باز مولانا رو مثال میزنم، زمانی که مولانا در خونی امام جماعت بود استاد دیگه، استاد فلسفه و فقه و مذهب و اینا. اما بعدش به حکمت رسید، بعدش ما این واژگان رو یادمون رفته، بی خودی به خودمون میگیم دکتر، واژگان خارجی استفاده میکنیم. ما امتیازاتی داشتیم، القابی داشتیم که خیلی کاربرد داشته، مثل حکیم، مثل علامه. علامه فکر نمی کنم فقط مربوط به کسایی باشه که روحانی هست، مثل مرجع. اگر من اطلاعات هنریم بالا باشه مرجع کار خودم، اگر من به شهود کار خودم رسیده باشم و مرجع هم باشم میشم مجتهد کار خودم. نمیخوام حرف اسلامی بزنم و منظورم اینه که واژه‌ها داره کاربردش رو انگار خصوصی شده. نه، استاد شجریان مجتهد موسیقی فارسی و ایرانی و سنتی ما بوده، واقعا به اجتهاد رسیده بود و ایشون حکم میتونست بکنه، میتونست در رابطه با کار نظر بده، رساله بده. یک پزشک همینطور وقتی میرسه به نقطه ای، تازه از اون که شد بهش گفتن دکتر تازه شروع شده، داره اجازه داره مطب بزنه. منم اگه استادم فقط اجازه داشتم کارگاه بزنم و حالا من مشق میکنم، حالا دارم میشکافم. یعنی حالا دارم این گردوی دانش که میگن گرد است و محکم باید بشکافی، درونش تازه برسی به اون چیزی که قرار از من به یادگار بماند. قراره که یه عده نگاهش کنن لذت ببرن، یه عده انتقاد کنن حتی ازش. بی اون کسی که در چه میدونم همه جای دنیا هم هست، مثلا یه
مجسمه میسازه به نام شیطان، بعد یه عده میرن سنگش میزنن، خب این که اینو ساخته میدونسته قرار سنگش بزنن، یعنی اون خودش میدونه قرار اثرش رو سنگ بزنن. پس من هم آماده هم که نقد بشم و به هم سنگ بزنن، چون باید برسیم به اون حکمته، باید برسیم به اون شهوده. یک نوازنده ساز زمانی که شما یه نوتی رو یا یک ملودی رو براشون میخونیم بلا فاصله آکورد میگیره. این فقط تمرین و کلاس رفتن نیست. آکورد مربوط به گوشه، نه مربوط به دست. یعنی اول باید بشنوی بعد آکورد رو بگیر. در نتیجه این یک شهوده. یعنی گاهی من مثال های خنده دار میزنم، میگم وقتی که من مادرم در اوج عصبانیت بهترین قرمه سبزی دنیا رو میپزه، یعنی همش داره قرمه میزنه، نق میزنه، این برام برای شاید مثلا غیبت هم میکنه، اما داره کارشو میکنه. یعنی لیمو رو میریزه، لوبیا رو میریزه، سبزیشو میریزه، همون جوری که عصبانیه میبینی بهترین قرمه سبزی رو ساخته. خب این بهترین پختی که کرده به خاطر اینکه به شهود رسید، یعنی چشو ببندن هم انجام. این در هنر اگر کسی بهش نرسه، هی باید بره پیش استاد، هی باید بره یاد بگیره، هی باید بره سوال کنه. یه چیزی رو من قبلا به شما داشتم میگفتم، این که دو تا ویژگی داره آثار هنری ایرانی برای معرفی. یکی این که ما حتما باید روی مید این ایران کار کنیم و روی همه آثار به غیر از اسم استاد و برند ماجرا، در واقع کشور ماجرا رو هم قید کنیم. مثل همه دنیا ما توی این قضیه ضعف داشتیم و آن چیزی که به شما مربوط میشه خیلی اینه که در قالب کارهای فرهنگی هیچ وقت ما مثل تیم ملی فوتبال نگاه نکردیم. یعنی چی؟ یعنی که برای کار فرهنگی اومدیم شدیم مادر دلسوز، یعنی اومدیم گفتیم که اینم گناه داره، حالا اینم بیاد اینجا رو ببینه، حالا اینم بیاد مثلا فرانسه تو این نمایشگاه باشه. نه، من به نظر من برای تیم ملی فوتبال بهترین فوتبالیست رو باید، چون باید گل بزنن، چون باید دفاع کنن، چون باید هافبک خوبی باشن، چون باید دروازه‌بان خوبی باشن، یعنی بهترین ها رو باید برای تیم ملی انتخاب کنن. و اگر قرار من سفیر هنر کشورم باشم، اگر لیاقتشو ندارم اصلا نباید باشم. اگه این به خاطر اینکه منو میشناسن یا دلشون برای من میسوزه که آخه این بنده خدا هیچ جا نرفته، من فکر میکنم که مثل سرباز بی تفنگی میمونه که برش جبهه. و بعد یه جایی بیرحم بود تا پرچم کشورمون در رابطه با فرهنگ و هنر بالا بمونه، یه جایی بعد دل نسوزون، یعنی باید طرف مجاب بشه به کسبش، یعنی مجاب بشه به اینکه اون لیاقت رو کسب کنه، نه اینکه گشنگی بکشه، نه اینکه مجبور بشه سختی بکشه. باید اثر خلق کنه، باید فقط اثر خلق کنه، هیچ کار دیگه نمیخواد بکنه، فقط باید کار خوب بکنه. کار خوبم کار نیکو کردن از پر کردن است، یعنی هی تکرارش کنی، هی انجام بدی، آزمون خطا کنی تا بتونی در واقع اون لیاقت رو پیدا کنی که بعد از این که بهت گفتن استاد بتونی لقب پروفسوری هم بگیری، بتونی حکیم هم بشی، بتونی مجتهد هم بشی، حق داشته باشی، تألیف داشته باشی. و اینها چیزایی که از هنرمندا تألیفاتشون همین آثارشونه. و حالا به بعضیا اون چیزی که سوال اولتون که اثر ماندگار، وقتی یک هنرمندی مؤلف نباشد اثرش هم ماندگار نیست. حالا این هنرمند مؤلف در واقع به خاطر این مؤلفه که همیشه نقطه اول نوشتن رو گذاشته، یعنی که هر کی اون نقطه رو گذاشته. من همیشه میگم اولین بودن ممکنه خطا توش باشه. خیلی الان مد شده همه میگم من اولین نفرم، من برای اولین بار این کارو کردم. من به اعتقادی نرم، من فکر کنم 100 سال هیچی اختراع نشده، هر کی هم خلافشو میگه میتونم ثابت کنم 100 سال هیچی اختراع نشده، ما فقط داریم کامل میکنیم. مثلا همه میگن موبایل اختراع شده 20 ساله، مثلا من میگم نشده، به خاطر اینکه تلفن رو گراهام بل اختراع کرده، به خاطر اینکه تاچش رو یکی دیگه
اختراع کرده، خاطر اینکه دوربین عکاسی رو برادران نمیدونم رایت فکر میکنم اختراع کردن. این مجموعه ای از یک سری اختراعات که حالا یک نفر جمع کرده، خاطر همین عصر ما عصر کلاژ، عصر ما عصر تکامل، عصر ما عصر اصلا عصر اختراع دیگه نیست. شما نمیتونی بگی این بمب هسته‌ای رو فلان کس اختراع کرد، برای اینکه اول رادیوم رو یک کس دیگه کشف کرد، بعد اشعه ایکس رو یک کس دیگه کشف کرد، و همه اینا از 100 سال به قبل بوده. الان کسی نمیتونه بگه من مثلا ماده ضد عفونی کننده دست اختراع کردم، مثلا اسمش مثلا الکله، الکل رازی کشف کرده، بعد با اون حالا یه سری اختراعات رخ داده تکمیل شده. یعنی من اعتقادم 100 سال این اتفاق نیفتاد، اما میتوان ملیت و قومیت رو، احساس رو، طعم رو در کارهای خودمون همیشه ثابت نگه داریم. یعنی که خیلی هم به فکر جهانی شدن نباشیم، چون هیچ وقت شما نمیتونی با صادرات زعفران مردم دنیا رو مجبور کنی و زعفران خوردن، چون اگه دقت کنید مثلا ممکنه زعفران در یه جاهای گرمسیر اصلا کاربردی نداشته باشه، یعنی حتی بیماری هم بیاره، پس در نشید باید به سردسیر. پس اینکه خیلی ما نمیتونیم 8 میلیارد آدم کره زمین رو راضی نگه داریم، ما فقط باید پرچم خودمون رو بالا نگه داریم هر جای دنیا که هستیم، هر جا که ایرانی ها موفق بودن واقعا توی این ماجرا، من تحسین میکنم واقعا ایرانی هایی که خارج از ایران رفتن حالا با هر تفکری موفق بودن، یعنی ایرانی بودنشون یه جورایی فریاد زدن، یه جورایی ابایی از ایرانی بودن نداشتن، و شاید حتی از وقتی که از ایران رفتن بیشتر به قدمت فرهنگمون نگاه کردن، دلشون بیشتر تنگ شده تا منی که اینجا هستم. حتی سنت های ما رو خارج از ایران پر رنگ تر میکنن، گاهن من دیدم مثلا شب یلدا برگزار میکنن، تیرگان برگزار میکنن، مهرگان برگزار میکنن، شب عاشورا برگزار میکنن، نذری میدن در آمریکا، در آلمان، در ایتالیا، و ادیان مختلف ها، یعنی حتما مسلمان ها نه، ممکنه یهودی های ایران، ممکنه زرتشتی های ایران، ممکنه مسیحی های ایران، همه جای دنیا این تفکرات مذهبی رو کنار میذارن، پرچم ایران میبرن بالا، و این قشنگه، یعنی نقطه وصل ماست، و توی این نقطه وصل ها هنر ما شاخص ماجراست، فرهنگ ما شاخصه ماجراست که ما میتونیم روش تکیه کنیم. واقعا من چند وقت پیش به یکی از مسئولین گفتم، ما بلد نیستیم خود رو بسازیم، نسازیم، اما بلد این فرش بگفتیم. ما این که بلدیم رو ول کردیم، رفتیم سراغ اون که بلد نیستیم. ما با صنایع دستی میتونیم جایگزین نفت بشیم، ما با صادرات صنایع دستیمون و تولید صنایع دستیمون میتونیم واقعا جایگزین نفت بشیم، چون نفتیش کالای مصرفیه، حالا ارزش افزوده‌ای همانچنان نداره، اما شما فرض کنید یه تکه مس یا یک کیلو مس رو صادر میکنید، بعد با 100 گرم این مس یه کار قلم زنی صادر میکنید، ارزش افزودش چقدره؟ یعنی که از تجاری دارم میگم، خب اینو فروختین کیلویی مثلا 200,000 تومن، اینو فروختین 2,000,000 تومن، از نظر وزن 1/10 اینه، از نظر ارزش 10 برابر اینه. خب این ارزش افزوده رو فقط هنر میتونه ایجاد کنه. شما با فروختن نفت تا کی؟
همه دنیا هم نمیدونم میگن 30 سال دیگه نفت یه جایی تموم میشه، از شروع میشه، یعنی پایان یافتن نفت در یه جایی شروع میشه. و اون چیزی که میتونه برای ما، برای کشور ما مفید باشه، جذب نگاه های دنیا به هنر ما، فرهنگ ما، به عنوان گردشگر، به عنوان خریدار مجموعه های هنری، به عنوان خریدار آثار هنری، و با کمک شما و امثال شما و دوستان ایرانی میشه میتونیم به دنیا خودمون رو نشون بدیم، چون هیچی کم نداریم، هیچی کم نداریم. یه ذره اعتماد به نفسمون کم شده که اونم درست میشه. بسیار عالی، واقعا من هر چقدر گوش میکنم هم مطالب جدید یاد میگیرم، هم با افقی نگاهی که شما به مسائل دارین خیلی اشاره های زیبا و جالبی میکنید، چه در زمینه خلق آثار هنری باشه، چه در زمینه هنر ماندگار باشه که این صرفا زیبایی نیست، مهرورزی و صداقت داخلش داره. یعنی بسیار زیبا صحبت کردین در تمام صحبتاتون، واقعا من خیلی نوت‌ها رو برداشتم برای خودم و لذت بردم از اینکه امروز در خدمت شما بودم. خیلی متشکرم از صحبت‌های قشنگتون، صحبت‌های هنریتون، از اون فکر زیبایی که در رابطه با هنر ایرانی دارین و اینکه چه افق‌هایی رو ما می‌تونیم برای نشون دادن این هنرهای زیبای ایرانی به تمام دنیا انشاءالله باز کنیم و نشون بدیم. متشکر و ممنون هستم. اگر صحبتی در آخر داریم با بینندگان ما، با ایرانیان سرزمین ایران، دنیا، من که حرفم تموم نمیشه، یعنی شما اگه تا صبحم من هستم در خدمتتون و هم لذت میبریم. خواهش میکنم، به خاطر اینکه واقعا تو زندگیم همه لحظات زندگیم رو در کارم صرف کردم و تحقیق هم کردم، برای اینکه فکر کردم که اگه یکی پرسید این ماجرا چیست بتونم توضیح بدم، فقط نگم من یه کار هنری کردم، هر چی تو فکر میکنی هم. من جای تأسف بگم که در کشوری که بادگیرهاش در دنیا حرف اول رو میزنه، بیش از 1 میلیون 2 میلیون عدد کاخ سفید ساخته شد، یعنی این که همه به خاطر نوگرایی اومدن گنبد کاخ سفید رو خونه هاشون ساختن و این خیلی بده، این خیلی زشته که یه کشوری که معماریش حتی حرف اول رو میزده حالا داره معماری غربی رو وارد ایران میکنه که گزینه گردشگری ما میتونه باز جایگزین نفت بشه. و امیدوارم که ما بتونیم در بحث معماری هم در دنیا با نوآوری‌هایی که میکنیم معرف فرهنگ و هنر و کشورمون باشیم. خیلی متشکرم، ممنون از اینکه وقتتون رو امروز برای برنامه جوایز پارسی و بحث هنر، خلق هنر ماندگار داشتین. متشکرم ازتون، موفق باشید در مراحل زندگی. باز هم در خدمتتون خواهیم بود در جوایز پارسی. امیدوارم که اثرهای جدیدتون رو هم، اثرهایی که رونمایی قرار بشه، ما از طریق جوایز پارسی بتونیم این آثار شما رو که آثار هدفمندی هست، آثاری هست که خیلی حرف پشتشه، عشق پشتشه، اینجا رونمایی بکنیم. اعتقاد من با توجه به اینکه تا یه حدود خیلی کوچیکی کار فرهنگی هم دارم میکنم، بر این هست که خصوصا در کارهای هنری و فرهنگی باید عاشق باشی، باید با دل و جون زمانت رو، فکرت رو و عشقت رو بذاری تا بتونی
اون چیزی که لایق هنر ایرانی هست معرفی بکنی، لایق فرهنگ ایرانی هست بتونی معرفی بکنی. هر صورت خیلی ممنونم، متشکر از وقتی که برای ما گذاشتین. شما رو به خدا می سپارم و امیدوارم که همیشه خوب و خوش و سلامت باشین و آثار سلامت زیبایی رو ارائه بکنید. باشم. من هم سپاسگزارم، بنده حقیر رو قابل دونستین. خیلی 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 ممنون از شما، خیلی ممنون از نگاه مخاطبین شما و خوشحالم که هموطنهای خوب و دل بزرگی مثل شما دارم. امیدوارم که خدا عمری بده ما بتونیم همچنان فرهنگ و هنر کشورمون و لحظه ای که زنده هستیم خدمت کنیم. خیلی ممنون. ممنونم. خدا نگهدار شما. قربان شما. خدا حافظ.